شما خیلی متشکرم. بذار من بزنم به تو لباس. اون دستت خطا بود. اونم اومده کومینم قلم. خیلی خوشم اومد. خوشم اومد. مشرف فرمودید. ما واسه خودت ده عزیزه. خیلی خوب منم الان قسمتشو میرسم. هیچ میکنه. کلر بیزار. تمام کف صابونو بچین. این تیغو سوشا بگیرم. شما کف صابونو بزن. آخه. خب. بده من تو برو سر کیشی که. آره. شاگردان میگی ما یادت نمیاد. چش بچه‌ها. خیلی خوشم اومد مشرف فرمودید. برم سکشی آها بیسته هم میکشو با آدم سلام نسکشی سلام حسین جون خیلی مطرح کردم نه بابا یواش الهی خدا دلیلت کنه دلیلم کنه خدا بکشده چرا که خدا دلیلت کنه منم واسه میمیرم میمونتم به خود مرسی آخ 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 رفتن ناکلوسی نمیتنونم که زبونه اسپسی کلیده بیاد بیرون خفت میکنم میکنشمه عجب قلطی کرده اومده این دنبالی نسل اینجوری من بریم خونم و تو رو به مادرم معرفی کنم بالاخره تو باید بدونی که در آینده تو چه خونه بدی باید زندگی کنی تو رو داشته باشم کافی مامانم خیلی دلش میخواد تو رو ببینیم تو باش بودین جانم مغازه تنکین است بیچاره خدا رحمتش کنه سلام قربان سلام مامانم هست؟ بله قربان تو سالون داشت دارم بریم از اون حتما خیلی خوشحال میشه تو رو ببینه بریم از اون سر حسین جون حالت چطوره؟ مرسی مامان. اوه این دختر خوشگل که با خودت آوردی. بیا. معرفی میکنم مامان. نسرین مالداران دختر آقای چنگیز مالداران نامزد من. اومدیم برای عقد کنون از شما اجازه بگیریم مامان. سلام خانم. سلام دخترم. قربون شکل ماهت برم نسرین جان. چقدر ماشاءالله خوشگله. ان شاءالله مبارکه. به به چه عروس نازی دارم. مامان چون میدونستم شما خیال مسافرت دارین خواستم تا وقت نسرین رو به شما معرفی کنم. چه دختر خوبی. خب پسرم من تا یک ساعت دیگه باید پرواز کنم. کارم همه در پاریس رو معوق مونده و الا خودم میامدم خواستگاری. نمیدونم واسه اکنونتون میتونم در ایران باشم یا نه اما در هر حال سعی خودم رو میکنم. امیدوارم خوشبخت بشین و به پای هم پیر شین. خب مامان جون ما دیگه مزاحمتون نمیشیم. لابد باید چمدوناتو ببندی و کاراتو بکنی. خداحافظ. قربون شما. معذرت میخوام که نتونستم ازتون خوب پذیرایی کنم. قربون شما. موفق خداحافظ کنیم. خداحافظ. سفر بخیر مامان. بون وایاژ. متشکرم پسرم. خودی دیگه چه خوش باهایی آرفی یادم رفت یه چیزی بهش بگم یه دقیقه واسه الان برمیگردم خیلی زود برمیگردم داری که الان فخری بیدن دون الحق که مثل یه هنرتش خیلی خوب رو لتو بازی کرد تعریف نکن خرجت زیاد میشه دوش کن ما داریم میریم تام از افقر پولتو بگیر بزن به چای چقدر میخوای بدی؟ دیگه زهر زیادی نزن هر چی داد بگو خدا بده برکت مامان قلابی که دیگه نق نمیزنه خوش اومدی خیلی معذرت میخوام یادم رفت روزش بگم واسه یه کاری خوشگل از اروپا بیاره مرسی عزیزم خداحافظ به سلامت برو
سواد شدید. قربون عرضی داشتم. مذارت بخونه ایزان، یه لقصه پر میگه صاحب ماشین پیدا نشون؟ هنوز نه، ولی ما تا دو سه روز دیگه بیشتر نمیتونیم نگرش داریم. باشه، شاید تا اون وقتم کار ما تموم شد. صاحب خونه چیم؟ والا به نظرم، مسافرته. نمیدونی بریم جونه؟ چرا اومدم ایزان؟ خیلی مواظب باشین. رو چشم. یه چیزی هم به فقری بیدن جون بده رازیش کن. خدا آدم رازیش میکنم. بوده داره واکن بینیم. خدا واقع. مذارت اون شما سلس کرد. دت بوده ده دیگه. حالا خود دیگه من میرم دیگه. یا الله. سلام ننه. سلام ننه. علیکم سلام. قربونی شکلت برم الهی میگه این گرفتاری لاکه دار میذاره من به زندگیم برسم هی بعد میارم خدا بزرگش نمیشی خب چرا جو دستش کار کشیده یه اومده ای خونه خب علومه جنن مامور اجرا سر رسید ما بلنگ بخواه الهی قربونت برم آخه چی چی بگم ننه از کجاست برات بگم ننه خدا زلیلشون کنید الهی خلاصه یه کار بی کار گابمونم زایده مگه گاب خریده بودی پسره؟ چه میگوی بابا؟ میخوام بگم دیگه این دکون بی دکون این دفعه پنجم است که دارم از دستی ماموری اجرا برمیمالم دفعه دیگه میگیرندت پدرت هم در میارن که خودم باشم بابا اینم که همش آیه یرفیست خدا این پارا داده است که آدم از دستی ماموری اجرا و طلبکار فرار کنه بلا پاره میخواستم دیگه چی مگه؟ نه نه این صاحب مغازه چنگیز قرصی خیال میکنه اگه حسنی رو بینداز زندان کرایه عقب افتاده وصول میشه برو خدا نه نه یه کاری نکن بری زندونا دیگه وقتش ضعیفه چی وقتشه؟ آره گمونم دیگه موقعشه چی داریم دو تایی با هم اختلاف بکنی؟ آخی ننه تو آقا خدا بیامور وسیه کرده بود که هر وقت دیدم کار با سخونت رسیده وسیه نومه ای رو توی تایی یخنون قایم کردم بهت بدم لابد وسیه کرده است که دکون رو ببندم و برم گدایی کنه او رشت میگه ده او شک گدایی هم شغل خوبیه اولا سرمایه نمیخواد زنیه یه خروار رو میخواد که تو داری او خواهد خوبه دیم میدونی پسرم فکر میکنم یه مقدار پولی برات یه جایی گذاشته راست رو بجونه من آره میگفت این پول باید یه موقعی به دستش برسه که بی پول باشه با قدر یه جایشو بشه خود جانی دلم بله من پولی قلومبه باشه دا آره قربان اون قلومبه برم من مدت هست رنگ قلومبه رو نبیدم بذاری گیرم نشونت بیدم نجوسیش هنو خوشش کجا گذاشتنه بیه خنر من پیدا کنم نه هاشش باشه اینه بده من اینه جهانه پاکه دیگه لواشه که آلوش اونم لواشه که چیز پاکت از الادره که آن کنم تا این یه پاکت هست یه پاکت جهانه چیز دیگم توش نیستا نه این دیدی چیه این پسره؟ به بخونش بینی؟ الان ایه گده داری پول دار میشیه آره نه پسری کردن کلوفتی احمقی من باید بدونت یک میلیون و دیویس و چل هزار و سیصد و شست و دو تومن نفتی پول برای روزی مبادا تنگیز مالداران بری همون زبط کنی برای نتیزمانت گذشترم الهی کشم و سند آن سند اینجا و به موجب این نامه اون پول مالی اون است و هر زمان که بخواد میتونه زنده باز بابا جون خوشگله در حالا سرم بخوره حالا دیگه یارو خوشگلم شد ای کله حسن ننه دو یا میشو بخور چه بخون جم میخونی یا بخونم من خسته شدم خودت بر ذمه قبول میگیرم که آقای سیف اللهی محرومی به موجب این سند سند مبلغ 1,240,362 تومان بابا یک عباسی دیگه ور افتاد رفت عباسی یادت نره پسره چشم و یک عباسی به نامی فرزند خود حسن به این جانب سپرده است که هر وقت مطالبه کند تمام پولی عینک اینن با سودی حاصله به او مسترد نمایم تنگیز مالداران بله بله خودی فدر سوخ بشه این همون شریکی بابامست که میگفتی اینقدر بد حسابی کرد که بیچاره بابام دغمر شد نه ننت منو کشت
آره ننه، تو با منو کشتی؟ راست میگه؟ آره ننه، جوون بودم و جاهل، نه فهمیدم. پس این تنگیز همون شریکی بابامه؟ آره همونه. حالا بهش میگم این دفعه مجبور است که منو به احترام تو خونش را بده. را بیافت بریم این قلومی، را بیافت، یالا خودت تنها برو بابا جان، تو که گردن کلوف لازم نداری، سند دستت ندار. میبرم جونی تو، چون تو کتش خوردن خوبه. اگه خواستن منو بزنن تو به جای من کتش میخوری. را بیافت بریم اینا، یالا یادت باشه که رو حرفی منم حرف نزنی ها. بابا شاگردی بی موزه ما واجه باید جلو بیفته کتشم بخوره جنی. برو ننه جون قلومی چون باش، برو تناش نزد تو منو کش تنگیر آدمه. آره بخواه بریم تو، بیا بریم تو، تو بیا. یا چهده حالا خدمتش میدیم. آره بایدم برسی، پس من گردم گلوم تو چرا آوردی با خودت؟ همه خامه بده بیا. شما بابون کچولی تو بیشی خورده هم ترتون. سلام 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 و زهر مار. اوستا کلمانه کور کردی تو بدر نفتم چه از تو بمیری خونم و کسی بازم که خیت کشتی اوستا جن. پوستش دارم چی کار کنم، چشم که بهش بیفته داز زبونم برمیاد شروع میکنم به احساس. اگر اون رسمی که دیر با من طرف بشد برو دوباره زنگ بزن، نترس برده اسلامی تو طلب کاری بوده کارگی نیستی، برو زنگ بزن. راست بگو ببین حالا چی تو باشم. بله صبح چونی میه دلو چه الهی حسنی قربونت بره نت میگونم به خدا دوست میدارم شما مطمئنه منو ببرید. نت میگه بگو قربانی که داری میگه نت میگه این دیگه چی ها کنه نت میگه بیم تو چنگیز خان هستن تا ندادم در که پوزت خورد نکردم دورت گم کن. بچه از من باشی بودی آخ 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 باشی که باشی که بای 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 پوزه که پام دلیزه چی شد پوسه چی پام بای 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 همه سرسیر اون بودا اون چه فرار کرد. آره های بچه بای بچه بیا بچه بره حال نداری. اف بوشن قربان. پدر مرده قربان. مادر زنده است. ثروت چی داره؟ از پارو بالا میره. ای کلا بردار قربون دروغ میگه یه شی هم پول نداره. این دیگه کیه؟ نمیفهمم نمیدونم یعنی چه. این احمق کیه؟ شوخی نمیکنم قربان، کوفتم نداره، پوله که میخوان اینجاست. تو جیبی شلواری منه. این مستی که اینجا چی کار میکنه؟ عرض دارم قربان، جون خودم عرض دارم، هنوز عرضمو نزدم. بیور بیون ای میگه نشت فرمودم بندازه شیرون. بیور بیون کلیه بنداز برو قربان ببخش. سیف الله خانی محرومی محروف حضورتون هست؟ سیف الله؟ بله پدرم رو میگم. اون که مرده؟ بله اما وسیله تو میدنده. بگیر اینجا بگیر 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 نفس داری بودو بایش تا ببینم قصی ببونم که از نفس بیفتی بایش تا حالا پیر من بایش تا 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 بایش کو سنده؟ اینجاست در بیار ببینم. اینا که نمیذارن بگون بلم کنن تا سنده ما کجا؟ بشین چش کو مدرکه؟ اینجاست اینجا تو دستی من. آها خیلی خوب بدش ببینم. الله قربان آخر گفتم بدش ببینم نمیخورمش که. بله البته معلومه است که نمیخورینش آخه کاغذ که خوردنی نیست. آها بفرما. بله سالت داره خط خودمه. بله چون از بدخطی خودم هم نمیتونم بخونمش. درسته که بشه خوش اخلاقی آقای چنگیز خان. چرا سنده لولش بکنیم آقا کاغذ را فیفیلش کردی؟ نمه چشی باشی باشی ملی برمان چه خوشمزه باید هم خوشمزه باشه آخه مدت هاست که سیخ نینمه مونده جا افتاده تو بیاد شده. بله چیکار کردی؟ سنده میخوری؟ باید ببینم درش بیاد نامه سنده میخوری آبم به روز؟ حالا میفهمی سنده چیه خوردی؟ بگه من میذارم. آه آه آه
سنده درار مروی چیا هستی که درستم دیونه بسیار گازش بده و بودو که به درت نه یلو فرار کن باید کشتم در رو محصل نشد در رو کشتمش کیه کشتی؟ تنگی ترسرم تو کلی مرد آره به طور کلی مرد سندم خورد یلو چرا محصل یه سنی بر میری؟ من نمی آره نمی اگه میشه یلو بری میره کجا میخوایی بری برای ببینه سنگا تو آدم کشتی خورد من که دنبال تو باید بیرم پس باشه گردی تو که هستی؟ نفهم بیدم چون بردی کاغر جنابالی هم باید برم خودم بگوشه؟ بله یا رو یه بریم چون هم نزنه سر طرف کجا بریم برای هی میگه بریم بریم نمیدونم فرار کنیم سر بذاریم به بیابونا یه جای خودمونو گم و گور میکنیم یالا عجله کن خدا آتمی بر بیا درم میام بره درم تو منه بخوشتن بودو تو منه بریم و گور میخوشی بیدقره هستن کرد من دیگه نمیتونم از اینجا تکم بخورم اینجا هم که نمیتونیم بمونیم آخه تن فرسختیه که بریم میرسیم به یا آبادی چون فرسخت؟ آره لعنت به چیز خرم من اگر تو خودم در ربیم سکتی خردم من دیگه از اینجا تکم بخور نیستم برو فاتحه من بخن آقا جا بلند شو بابا تو ای وای وای آخ 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 ای وای منم گلیم تونم را برم پام دیگه جون نداره خدا بگم چی کارت بکنه آخه من عقیده بگو چرا عقل من دادم دستی آدم دیوانی مثل تو آخه هیچ شگردی هم اوستاشو موقع گرفتاری ول تردیسه داره پس این سندیکا شما به شما چی یاد میده نفهم میده تو بیا آدم بگیر محاکیم میگه شگرد ای خودم مردم از تشنگی وای زنده من گوشنی پدرم در آمده پدر زباجر در آوردن ای خودم من درم میمیرم کفن عزیر بکنم مخاب کو بابا ازیر من برم 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 من دیگه معرفت تو گوشنی بکنم هر طرفی که دیلم بخط کم میرم من بودم بزن به صورته تنه به کل آب سیخ کرده آبی به آب بسا بزن آب به صورته تکرات باشه آب آره چشوره آره راست بگوش آره بجل وزن هم میده مثل سلفات و سلط مونه آخه چون اگه مرد داشتی که آدم بخوشی من بیشاردن اینجور دیرفتار بکنی آخه ای غافل ای آدم خوش منم خوش منم خوش آره دستی خودم نبود تو منو ببخش من از تو معذرت میخوام والا من آدم بدی نیستم نمیدونم چرا خدا با من این کارا کرد ای خدا ما چه گناهی در رایتو کرد باکی اون دنیایی صافتی میرسم حالا که حالی ندار سری پولیس را سری پولیس را این میگه تکله کیه؟ کوزه؟ برو خدا نجاتم من از اون تو در بیار
هستی؟ اون تو چی کار میکنی؟ خدایا این دیگه چیه؟ بر شیطون لعنه. کنیزی من؟ من چی کمی خودم رو نمیتونم سیر کنم، اون وقت کنیز بخوام چی کار؟ لا اله الا الله. آخه عروسک تو که منو دیونه کردی، پاک گیت شدم. تو کی هستی؟ جنی، پریزادی، آدمی، عروسکی، شهر فرنگی، کی هستی؟ چی چی بگو؟ به اسم اعظمی حضرت باری برای بیرون اومدن اجازه داری. در خدمت حاضرم فرد. تو چی هستی؟ من پریزادم فرد، کنیز شما هستم. تو این کوکوکوکوزت چی کار کردی؟ 5000 سال پیش اکوان دیو که عاشق من بود منو در این کوزه زندانی کرد و من با خودم شرط کردم که در 2000 سال اول هر کس منو نجات بده خود اونو تا ابد در این کوزه زندانی کنم. و در 2000 سال دوم قسم خوردم که نجات دهنده خودم رو به شکل یک گورباغه در بیارم. گورباغه؟ این چه اسمو گذاشته؟ خب 1000 سال آخرش چی چی؟ در 1000 سال آخر با خداوند خودم عهد کردم که هر کس منو نجات بده کنیز حلقه به گوش اون بشم. خب حالا تو منو نجات بده، به من امر کن سرور، هر فورم برات انجام میدم. ببینم حالا هر چی بگم برام انجام میده؟ از شیر مرغ و جون آدمی زاد هر چی بخوای حاضر میکنم سرور. خب قلومی بلند شو بیا ببین چی چی پیدا کردم. متاسفانه دوست شما قلومی 5 دقیقه پیش مرد. چی چی؟ اون مرد؟ بله. چی چی رو مرد؟ قلومی جونم بلند شو، خدا جونم بلند شو، دوستی من بلند شو قلومی جونم. قلومی آره به خدا تمومش تقصیری من بود. خدایا حالا چیکار کنم؟ قصه نخور سرور، اگه بخوای دوباره اونو به این دنیا برمیگردونم. قربونت برم زنده، اون رفیق من بود، رفیق خیلی خوبی من بود. کلا کجا می حال خوبه؟ به داری جهنم خوبی؟ چی داری؟ خوبی هم اوشا خواب می دیدم توی بهشتم، هوری و پری دورم رو دیدن، از اون هلوهای لتنگی می گذاشتن دهنم. چرا من از خواب بیدار کردی؟ بابا ای والا روده برم قلومی. حالا بیا خوبی کن، اصلا تو مرده بودی، زندگی تموم شده بود. ای بابا این چه زندگانیه که ما داریم میکنیم آخه؟ این مرده بوده؟ آره مرگ من تو بمیری. سرور یادت باشه که حق نداری اسرار منو به هیچ کس بگی، اگه بگی از پیشت میرم و دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. خب این که تو رو میبینه؟ نه سرور، هیچ کس جز شما منو نمیبینه و هیچ کس جز شما صدای منو نمیشنوه. خب دیگه آرزویی نداری؟ چرا؟ تو چی میخوای گلومی؟ یعنی چی چی میخوام؟ خوب شدی مگه؟ منظورم اینه که تو الان چی چی دلت میخواد؟ بلکن و شکر به خودت تو این گرمت سر به سر من نظر حوصله شوخی کردن ندارم، میبینی که دارم میمیره. خب بود چی چی از خدا دلت میخواد؟ هر چی آرزو کنی حاضر میشه. خیلی خوب باشد باشد، حالا که تو شوخی کردنت گرفتی میخوای بازی بکنی من بازی میکنیم. باشد الان دلم یک دنه خفره میخواد. یک قدح پر از آب و دوغ عرب با یخ کافی هم داشته باشی. آره دو تا بره بریان یه دو تا گرون تموم میشه. گده یه دنه مال تو یه دنه مال من ده. مگه مال منم تو باید بخوری؟ نه نه خب دو تا بره بریون بذار. آره یک دیشم چلو مرغ، یک دیش چلو مرغ، تخم مرغ نیمرو، خب نان و پنیر و سبزی، دو تا ظرفم پر میوه، سرویس کامل با آفتاب و لگن. بشقاب و قاشق و تنگال نمیخوای؟ آفتاب و لگن اول. آفتاب و لگن یک چیزا اصد است. بابا میگه طرف میخوای بخوری؟ آخه گدا ارزو کردن که دی خرج ندارد که برار، حالا داری من میگیم بخوا. ای آمان سفره هستی رو خودم یا نم با بیا نگاه الله هست بر دست نزنا از این دست رو بگرد چه دوری بر همه
این هم مال منه. دست بده. همه شروعی کنم. یواش از این جلو شروع. خیلی خوردن رفتن جلو. یا شروع بکنه. هره بینجونه ببین. یواش یواش. دوباره یواش بردار که بینجونه. دیگه از این غذا گیرت نمیاد. بخور. فقط با پاکه نترکی. بخور. تو غذا ها دا کوکتت کن که اینقدر دیر نزنی. من فیلن مشغولم. دیگه آخر بره. من به غذا احتیاجی ندارم. همیشه چشم و دلم سیره. خب حالا چی کار میخوای بکنی؟ راستش من تو اسپانیا نفره کشتم و در رفت. باز از این حرفا میزنی اشتهایی ما رو کور میکنی. حالا چی کار کنیم کشتم؟ گرم گیرم گرم به دارم میزنم. به دارت میزنن؟ به دارت در میارن. راست میگه. نه سرور تو هیچ کسو نکشتی. تو آزارت به یه مورچه هم نمیره. چرا؟ چرا؟ کشتم. خودم با این دستام خفش کردم. این قلومی هم شاهده. نه سرور، اون چنگیز مالداران ناجنس به تو حقه زده. اون الان مثل اولش سالم و زنده است. میگی نه؟ نگاه کن. نه اما خوب کلکی به اون بچه دلاله داریم. ما اوسته بیچاره ما رو دغن کرده. سرور، تو نباید این کارو میکردی. من باید از این خرس تنکر انتقام بگیرم. طلب خودم رو بسونم. به من کمک کن. اطاعت میشه سرور. فقط یادتون باشه دست من هیچ وقت به مادیات و پول نباید بخوره. من فقط برای حصول طلب شما وسیله هستم. باشه طرف تو بگوی. بلند شو بریم قلومی. کجا بریم حالا؟ زود این همه غذا مونده. راستی با چی میخوای بری؟ هی میگی بریم بریم. اتومبیل داری؟ تجاره داری؟ راستی ببینم این همه غذاها از کجا آمده؟ من سر در نمیارم. نکنه منم دیوانه شدم. زود منو برگردون شهر. چشم سرور. منو بغل کن و سه دفعه بگو منو غیبم کن. منو غیبم کن. منو غیبم کن. چشم. منو غیبم کن. منو غیبم. منو غیبم کن. پسی دو جو. بای بای. اوسا جد. اوسا چی دو شد؟ بای بای جو. اوسا کجا رفتی؟ اوسا. ای خدا جان اوسا ای من کجا رفت؟ ای دادی بیداد. اوسا. چی شد که بغل من نرفت باشه؟ الان اینجا بود. بای خوش من نگری یو. اوسا جان. ای دادی بیداد. اوسا. تو این بود یابا من شغل میخوره اوسا جان. منو ببر. اینجا کجاست دیگه؟ خدا یا این لباس ها چیه ستنی من؟ این قصد مالی چیه؟ سرور من، این قصد متعلق به شما. شما پرنس اوبوبو هستی. قربونی تو برم الهی، پرنس اوبوبو؟ اوبوبو دیگه کیه؟ من حسنی محرومی، شغل سلمونی. من کی بابا ننم پرنس بودم؟ شما رو باید به این شکل در می آوردم. اگر نه چنگیز مالداران شما رو میشناخت. آره راست بگوی. حضی من میشی. بفرم تشریف آوردم. خدا ننه تو رو هم چی میشه؟ ننه ببینی لباس ها رو چی تن من کرده؟ ننه نو نو زواهرات کجا بوده؟ همه بلا ننه رو تو کاغذ با کردند. تا دور نماز منو بده ننه. آقا چی باشم؟ منم ننه حسنی. قصه نخور من اینجا. ببینم ننه من نباید بفهمه تو کی هستی؟ نه هیچ کس جز شما نباید بفهمه من کیم و الا من مجبورم شما رو ترک کنم. خیالتونم راحت باشی. اون نمیتونه منو ببینه. حالا فهمیدم. هیچ کس بونیم بره. اینو بهت قول میدم خیالت راحت باشه. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. این با چی داره حرف میزنه؟
مطمئن باشید کسی میفهمه دا؟ با چی حرف میزنی ننه؟ نکنه خدای نکرده خول شده؟ نه ننه، خدا تفضل کرده است یک کسی فرستاده است منو کمکم کنه. ببین برام این خونه و زندگی درست کرده. فقط تو باید به من قول بده به هیچ کس نگوی من پسری تو هم، تا من بتونم طلبم از این مسجد چنگیز خرسه وصول کنم. ببین اسم من پرنس اوبوبوس از احالی که بهم که اومدم اصفهان زندگی کنم. نکنید ننه پت منو رو آب بریزی و یه وقت لومون بده یا نه ننه جون خیالت راحت باشید، من درسم و از بهرم. فقط به من بگو با کی داشتم؟ با خودم بودم ننه، با خودم. بسم الله، میگه آدم با خودش حرف میزنه ننه. سرور من باید حالا چنگیز دخترشو به خونتون دعوت کنی. نفهمیدم برای چی؟ اون باید خون زندگی شما رو ببینه. چون آدم طماعیه زودتر میشه باش کنار اومد. ها هستی تو بگوی عزیزم. واه ننه تو با چی داری حرف میزنی؟ خدا مرگم بینه بچم دیونه شده خاک تو سرم تو. خدایا چی کار ننه ننه از حالا به بعد هر چی میبینی تعجب نکنی، بذار اون چه سرنوشت میخواد انجام بشه. باشید انجام بشه. ولی کسی حتما ما نفسی هم باشه. نه بلومی عوضی نهی مده من استادم هستم. ببین چه خون و زندگی عالی پیدا کردم. یا هر چی که بیشی که شما این درام بادی پس تو خوده به نگاه کن. ای جدی بیشت این لباس مباشت استادم بیشتم بشه دستم بشم. من دارم دیوانه میشم. این خانم مال کی اینجا کجاست؟ ای خدا جان عقل منو بده، من دارم دیوانه میشم. آروم باش آروم میگیر پسره. ببین چی بهت بگم، تو باید حرف ببینی صدا در نیاد. یعنی میفرمایید من خفه بشم؟ تقریبا یه همچین چیزایی. آره باش گرفتی منزل همه جریان برای من میگی. اون غذا کی بود خوردی؟ این خانم آره. کیه اینجا کجاست؟ اصلا نگو تو عجیبی. نه بابا علومی هیچ چیز بشتفاست بلایونه گر میشه. هرچی موگه تو بود کش او کاری نداشته باشه. پسره مثل که پاک میگسته. ره ننه رفا اینجوری شده. برو تو ننه برو میسه ننه شد برو مثل ما خیلی آره ره شمایل ننه رو باش خیلی خوب. حالا شاگرد وزیر چنگیز دخترش رو دعوه. خیلی خوب حالا درستش میکنم. سر حالا درست چی درست میکنی؟ با کی حرف میزنی؟ حواست کجا؟ بیا برو خونه چنگیز خرسه برای امشب اونو با دخترش دعوت کن بیان اینجا که ازشون پذیرایی. نفهم میدم با این لباس برم؟ آره خدایا چی بینا بگو یه مخه به دهنت اومد بهشون بگو دیگه. خیلی خوب اصلا بگو ببینم من کی هستم. گفتم فقط چیزی ازشون نپرس. چش خدایا دارم دیوانه میشم. اینا همه چش روشنی پرنس او بابا. ببر بهشون بده بگو پرنس او بابا اینا رو براتون فرستاده. پرنس او بابا. پرنس او بابا. او بابا او بابا باشیش کش بده سوخته. گلوم رو هم برم دیگه یعنی تو رو کری من قربان. سلام عرض می‌کنم. سلام. خب چه خبر ها؟ یک خبر بسیار جالب دارم گوه. امروز یک همسایه خارجی پیدا کردیم. اینقدر ثروتمنده که سر و صداش تو تمام شب چی کاره ها؟ میگن از اهالی سرندیب خیلی وضعش رو برا. جوونی؟ بله بله خیلی هم سر و وضع آرامتی داره خواهد. قربان یه نفر از طرف همسایه تازمون اومده خدمتتون. خیلی خوب بگو بیا تو. چلی بفرمایید. خیلی خوش آمدین. افراد به کی اومدین؟ پرنس او بابا ساسده نکنسی تو بی صاحبه. بفرما این خواهش میکنم، فرمایشی داشتین؟ از من چی میخواییم؟ چیزی نمیخواست، فقط ارباب من این را برای شما چش روشنی فرستادن کرده. چی ها؟ جواب را؟ خدای من چه فرزتی؟ برگوش تو این همه جواهر هی برای شما فرستاده نیه. اینجا جنجه شایی بابا این شاید خیلی سبسنده. ارباب مال من خیلی دست و دلواز هی. نهار از این خوردن کرده هی. شام از این خوردن کرده هی. آفتابه از این آب کردن کرده هی. بابا ما رو امشب به شان دوست کرده. امشب زیبایی جادویتون رو برداری و به اتفاق عالی جناب پدرتون قدم بر چشم مردی بگذاری که مهمان کشور زیبایی شماست. و با قبول جواهرات ناقابلی که تقدیم کردم قلب تنهای مرا شاد کنید. ستایشگر شما فرانس او بوبو. او بوبو چرا بیسم شده؟ خصوصی تربیت بابا منتظر جوابم. او بله بله البته البته که میپذیریم. امشب خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار. هی 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 سلامت سلامت. هی مرمز بیان یکی شبه جده من دادم کردن. نه نه دستتن من قایم شو میکنم بعد بهت میدم. خب بذاری من قایم کنم بعد بهت میدم. دیگه حرف بزن دختر فضولی ماغو. جای این حرف واسه مهمونی امشب یه لباس قشنگ تنت کن که دل پرنس رو ببری.
من میبرم میذارم چون تو گاف یا خدا شانس خوش آمد. درخت عربی کارسازی کرده هست. دوست داری؟ من دوست دارم بگیم برخصم. رفت میگیم؟ بله. خیلی خوب. الان ترتیبشو دادم کرده هست. رخص عربی؟ Oh,
شعرهای بانمکی هم خوندم. این اشعار برای شما خوندم. شما خوش آمد. فوق‌العاده قشنگ. اگر حالا یه رقص ایرونی بکنه جالبه. ببینم رقص جاهلی بلده؟ جاهلی؟ بله. آره جاشم. سلام علیکم. جمال همتون اقشه. خوش آمدی. دلم با گذاشتی آخرش توی دیگه با اجازه من حرف میشه. خیلی زود هی. خب پس یه خود دیگه خدمتتون میمونی. خدمت در جانب ماه. شما رو نه دیگه بهتر مرخص بشین. شما رو به خدا باز پهلوی من مان. دلم میخواد اما نمیدونم چرا نمیشه. پدر از دادر میارم. بله آقا. اگه با اون هست من. بله بله. سوره به من رسید تمام که از گذر سر من باید باید بیکره میشه. باید بری بزن به چاک. نه دیگه نه باید برم نمیتونم باید شما ناراحت بکنم. خب پس ما دیگه مرخص میشیم. شما باز اینجا من میگم برو دی. نه 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 من دیرم شده باید برم. پدر اصلا میارم. بفرمایید شما. خواهش میکنم. ننه حسن دیدی دختره چجوری جنی شده بود نمیدنه چه باید بخورد مثل که زیرش آتیش روشن کرده بودن. هی میگو آره هی نه هی آره هی نه. خدا کنه پسرم با این دختره هم چی کنه هم طلبه باباش بسون میشه و هم سفید برد. خدا بکن من هنوز شهر اصفهان هی درست دیدن نکرده. اصفهان شهر خیلی قشنگه. بچه من تنهایی نمیدانی کجا رفتن هی. من خودم نشونتون میدم. فردا با اتومبیل شهر رو به مهمون عزیزمون نشون بده. بچه فردا من منتظر شما هست. بچه خدا بسرم ببخشید نماسته. خیلی خوش گذشت جناب سام. اکسکیوز می شما جنوری به اسم تنگیز خرفته نشنا. قدم روی چشم من. خیلی ممنون هی متشکر هی خدا حافظ هی پدر سوخته هی. پولی منو میخوری هان یک بابای عزت دارم که خودت هستونی. هرچی موز و میوه بود خوبتشون کردند و رفتن. خب که بهت خیلی خوش گذشت هان. دوستان به جای ما. آره خلصه خارجی اینقدر با نمک بود که چی بگم. مگر نمکم کشیدی؟ نه جون تو بیشوخی یه مهمونی خیلی مجلد داد. عجب قصد و خونه یه قشنگی داره. خدا به صاحبش ببخشه. چی عصبانی هستی؟ تنها که نرفتم بابا بام بودم. خب حالا چی؟ تلفن کردی این حرفا رو به من بزنی؟ مگه نمیدونی که ناراحت میشم؟ معذرت میخوام نمیدونستم.
آخه من که چیزی رو از تو پنهون نمی کنم. دلم خواست تو هم بدونی. متشکرم. خب دعوت بعدی که یه فردا صبح قراره ببرم این شهر اصفهان رو بهش نشون بدم. هوشم یارو عجب دم و دستگاهی داره ها. لابد خیلی پول داره. پول چیه بابا؟ آخه کدوم پول داری خوشبخت بوده؟ خیلی خب خوش بگذاره. خدا حافظ. آخه کار داره خراب میشه. نفوسه بعد نزنم. من چی شده؟ دیکی یه سر خر پیدا شده. یه خارجی یه فرانسه نمیم. خب باشه. خیلی احمقی ها. چطور باشه؟ تو مگه زنان نمیشنسی؟ پول و جواهر کسشون رو پور میکنه اون وقت عشق عاشقه یادشون میره. بابا ما خیلی قرنطیدیم. پدرمون جان اومده. باش یه نقشه کشید. اینطوری که نمیشه. چطور خارجی ها را گردانه خارجت کنه؟ راش فقط و فقط همینه. یارو باید بفهمه که این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. تو بمیری نمیشه. اولا از خودتون مالی بذارین بعدم من مخالفم که شما امروز بدون من با این دختره برین گردی عجیبیه تا بابا اسمالیو تو نفره میکنن نه چه نفره حالا ما سه نفری میکنیم ببینیم میشه یا نه لا اله الا الله بابا شما بیان یه چیزی به این بگو حرفا من تو پوشش بابا جان ما به کی حرف بزنیم آخه چه چی رفتاری شدیم من بیشم تو ملک عیب داره ما کسی رو نمیبینیم آخه نه نه بخورد میشه تو این با تعلایی چه چی با حادی تو مطمئنی که حال خوبت زنه جود چه سوالتی نداری اصلا فاکتی والی شده باشه خدا به بی به پیغمبر حالم خوبه آخه شما که نمیدونین چه خبره ولی من با تو هیچ کاری خصوصی ندارم بربرد این شوخی نمی کنم والا کارتون دارم چیه من بیا والا به خدا من خیر و صلاح تو رو خیلی خوب چی می خواهی بگون بگو بینم خواهی چیه نه خیر تو دیوانی چی تو باشم تو رو جمع کنیم ببینیم چی میگم این دختره به درد شما نمی کنم حالا یه خرز یارو با خالی باز بود بابا من این دختره رو دوستش می دارم به تو چه مربوطه که به دردم می خوره یا نمی خوره باشه بعد معلوم میشه خودم به حسابش می کنم ولی امروز منم بعد با شما ها بیام تو نمی شد با ما بیایی یا گفتم تو همینجا تو خونه میمونی حرف هم نده نه سر بس چه بخوای چه نخوای من مجبورم با تون بیام دستور دارم آخ خدا یا شاده بیش داشت چی چی گرفتاری تو خدا شفا بودی نمیشه آخه سه نفری که نمیشه کی تا حالا با یه دختر رفتت اثباتی یه زن دیگه هم همراهش بردت که من تو رو بردارم با خودم ببرم خدا یا دارم از دست تو دیوونه میشم کلافه میشم پدرم رو در آوردی چه غلطی کردم با دست بردم برو آرومش کن دستم در جونت چه دست ماده؟ چی کیمو گوی؟ یک میخواد با تو بیاد که نمیخواد بره برم بونه من باید همون تکلیفم با این روشن بشه ما همین من تنها میرم پرم با خودم میبرم بس خیلی خوب ننی جون خودت تنهایی برو اونم من باید با تو باشم باید تو جونت در خطره چطوری به تالی کنم سرور من سرورم بی سرور من نمیخوام اصلا سروری تو باشم اگه اصلا نمیخوای مطلب دیگه یه خدا حافظ سر بر خدا حافظ تکیمون میشی یا نمیشم تکیمونم نمیشم زنه دستگاه زنه یاقو لباسه ریشه زنه چی؟ اگه داده میشه ها دیدی که دو شد دیدی اشتباه کردم آخ بابا دیدی که دو شد دیدی که اشتباه کردم بابا جون خواست بر اون سر بی اوزن آره پریزان پشیمون شدم هی پریزان پشیمون شدم غلط کردم من پشیمونم کجایی الهی حسنی در بستیش مرجت بشه تو رو به خدا غیبم کن غیبم کن الهی حسنی قربونت بره بیا غیبم کن بیا عزیزم آخ جونم بیا غیبم کن غیبم کن نه نه کجا رفتی؟ من یک دفعه دیدم که تو غیبت زده کلک رفته بودی ددر بنه نه خودم هم نمیتونم تو شد که دلم یهو برای اون خدا بیا من فهمیدم رفتم خونه و برگشتم بابا ای خدا بگی زودی رفتی و برگشت بس تو از همه جوانگری من نمیدنی بسمو بیبی خفه کنم کجایی؟ کجا رفتی؟ خدا بگم تو کارت کنه کجایی؟ ها؟ بایی تو میگم می کشمه کارو بازم در رفت بیاره می دورمه بله رفت کارت کنم یعنی من در میری اینجام فرور بیای
به خدای لایزال، به خدای لایزال خریف من نمیشی. من پتی آدم زادش برمیام دیگه چه برسه به جن و پری. این مرد یه تنگیز گرده پولا منو خوردهش پتی میده، تو هم که مرتب تر به سرم میذاری. من که پتی تو هم برمیام. خیلی خوب میبرمه، هرچی تو بگوی میشنو هم دیگه. بله عریضان کجا رفتی؟ نگاه کن دختری من از اون دوره گم شد. کجا رفتی؟ زیری صندلی نرفته باشی سر به سرم بذاری که ایتون؟ من باری کلو فرم حالا داری آقلی دیدی؟ من خوبی این شما رو میخوام، نمیخوام بهش این صدمه بخوری. وقتی شما به گردن من حرف بدید، من از این کجا نجات دادیم. بس درد نکنه، تو هم به من خیلی محبت کرده. میگم آقا من نفهمیدم آدم به این بزرگی که تو تونستش بره تو کوزه به این کوچیک. خب من میتونم خودم هر اندازه که دارم بخواد کوچیک و بزرگ. پس من اندازه دون دستی خوده دونه. ولی نه دیگه این اندازه کوچیک تکی که بتونی بری تو این کوزه. حتما اون نره دیده که گفت یا دفعه اول با فشار تو رو چپونده تو. حالا نشونستیدم بکن الان میرم تو کوزه. خب حالا دیگه راحت شدم ها. نه خدا من رو بیرد 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 نه قربونت برم تو همونجا لالا کن، من هم میرم نوزه بازی و بر میگردم. نه بیرد ببین قلومی، من میخوام با نسرین جونم برم درده. تو ننه بمونی تو خونه، ولی خیلی مواظب این کجا باشی. اونجا منم با تو میام به خدا. من میخوام با نسرین جونم تنها باشم. نفهمیدم که تو وقتی گرفتاری و مردن من باید با تو باشم. اما با تو اخباتی که هم میدون بقا با ننه تنها با منم. حالا دیگه ننه بعد شد وقتی من به چند نفر به حساب پس بدم فضولی موقع اون کجا رو بگیم تا من برم نوزه بازی و برگردم. اومد خورتونی به سرش برم اومده تقابل. خب پرنس او بابا حالا دیگه موقعیه که در خلوت تنهایی عشق بده به این دختر زیبا تا بسیم. پرنس خدا خدا حافظ. خب این عدم که اول نمیگه دیوانه بی خوبه خب عوضی میگه بری برای سوا دکتر گری به اسم گوشی اونه. اصلا من دیگه با تو کار ندارم. منم با تو کار ندارم. خوشی لعنی چی مفتر کردن من خرمالی هم شمالی باید سیف دیگم بلا آقا خدا یا ما یه حسن که نخم نشده. میگم درشو باکن نکن. حتما بهت میگم فشار چی بگویم اسم
داریم نرفه رو برای کی میزنیم؟ من که حفظی ندارم این نرفه رو بزنیم، اصلا من قابل این حرفه نیست. باسترش نکن، دیر میشه، جون رفیق پتن در خطره. با درک خدا حسن لعنت بخونه بی گیرم. بگو به اسم اعظم حضرت باری. چه اسمی؟ اعظم حضرت باری. برای بیرون آمدن اجازه ده. برای بیرون آمدن باز تو اومدی؟ با ما رفتی داری که نه؟ نهی، با خود ترخیز داد که آده جناب نکنی، خواهش میکنم خواهش میکنم نکنی، یه جوری میشم شوخی تو گرفته، چرا همچه میکنی؟ من تکار کردم، این دختره حقبازه، کی به تو گفت بیای اینجا؟ خودتون دعوتم کردی؟ نه جانم، با شما نهی، با اون دیوانه هی کم رفتی نکنی نالی جناب. یلا برای جلو بشین. چرا؟ مگه چه کار کردم؟ چرا اینجوری میکنی شما؟ نمیدونم، وای از دست تو. دست گونه با آب بری سر بر. آخه این که منو نمیبینه. عقب سرتو نگاه کن ببین چه خبره. دوزدار اونها سر راننده پونتاک ساهه خوشو اسم بقلم بذار راحت بشینم. من با شما نهی، با اینه به تو میگم پشت اسم بقلم. گفتم با شما نهی، ده بلند شد پهلون پر رو. نه با شما نهی. شما من رو خواست دیوونه کردیم بشینم ماشا داره بردیم. تقصیری من نیست، تقصیری دختره. ها همه چی سردیه بگردم اینم. من احمق بودم، تاکسی رو میافتم میام بیرون. تاکسی من نبود، تاکسی اونه. آقا شما دیوونه ای، منو کتک میزنین و وقتی میفهمید اونه. ای بی حیا، ای دیوونه، الان ادبت میکنم تا بفهمی با کی طرف. نه 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 صاف کن نسین جان، نمی چی گفتم که ساهه به خدا پوست بده میکنم ناجنس یو قبا. الان بهت میگم من اصلا تو رو نمیخوام، پوستت نمیرم، بای خود تو کجا رفتی؟ کاری منو خراب کردی یا فرار کردی؟ اگه دستم بهت برسد میدونم چی کارت کنم. گندی بود داده او قبا، اگه راست بود بیا بیرون و با همین تای هندی کسی بهت برسم. بسنه میکردی بیا بیرون گندی نسته مریضادی او قبا. هر که این دنیا که باشی من با خودم تیکه تیکت بکنم تو پدره بدردم. حالا میفهمی باشی طرفی این یارو پاک دیوونه هست، تو این گرمه داره با خودش صحبت میکنه. کجایی؟ یه نفت که خود من نشون بده تو روزگاه خیابونم میکشمه، خفت بکنم به خدا. کجایی بیجاره شدم؟ آی خدا، آی خدای آسمون، این دیگه چی بود به من دادی؟ کجایی از با بهترون؟ آه خدا بگم چی کاره خدم برو، نمیخوامه دوست ندارم. خدا بیا مرزت همه دونا جانمی، اینا رو میگن زوری بازو. آه این نفس کشش بیان جلو، دیدی حسابی همه شونا رسیدم مثل برگی خزون ریختمشون روزمی. وقتی هم که من بخواما چی دیگه جلو دارم نیست. آره سرفه
جعفر جون شما ماشاءالله زورتو خیلی زیاده. البته به شرطی که منم یک گوشه‌ای باشم. چطور میخواد منم نکن. دیدی چی تو با یه موش رگ دستم خشکید. رگ رگ شد. غلط کردم. پری جون درستم خوب. درستم خوب جون من. آخه راحت شدم. خدا بگم چیکارت کنه دختر با این تشکیلاتت. پدری منو در آوردی. خب دیگه فرمایشی ندارین سرور. چرا؟ منو زود ببر شهر کار دارم. آها. خیلی خوب. اول بغلم کن باشه. بعدش هم سه دفعه بگو منو غیبم کن. چش اجازه بده من جا عطا رو برسونم. خب منو غیبم کن. منو غیبم کن. منو غیبم کن. ای دیوونه تو چطور یه مرد به اون پولداری رو رنجوندی؟ نمیفهمم پس شما دخترت اون مدرسه چی یاد میگیری؟ خودش به هم گفت برو گم شو. اصلا بابا جون این یارو خیلی عوضی دائم مثل دیوونه ها با خودش حرف میزنه. کدوم دیوونه دختر؟ حتما چون درست زبون ما رو نمیدونه تو نتونستی حرفاشو بفهمی. اون از من و تو عاقل تره. عجب دختر بی عرضه ای داره. به خدا بابا جون شما نمیدونین چه حرفایی به هم میزد. یه جفت کشیدم به هم زد. من هی تحمل کردم اما یارو ولکن نبود. مرتب بد و بیرا میگفت. منم قهر کردم اومدم خونه. قصه نخور این ناز آدمای پول داره. یادت هست خدا بیامرز مامان جونت واسه من چه نازی میکرد؟ آخ بابا جون فکر میکنم از عشق خونه زندگی و جواهرش دارم هلاکشم. دختر حلال زاده به پدرش میره. من الان خودم یه سری به قصدش میذارم که هم شام دعوتش کنم هم از دلش در بیارم. باید یه سر گوش یاب بدم ببینم نکنه کلکی تو کارشون باشه. در هر حال این شوهر به درد تو میخوره دخترم. خب من میگرم دختر عاشق اون پسر هوشنگم. من تو دوست داشته باشم. نه سرور من فقط میتونم مواظب تو باشم که کلا سرت نری. کاری که میدونم غلطی هیچ وقت نمیکنم سرور جون. دیدی حالا نگفتم حسودیت میشه؟ پرنس بابا رو هر کسی ببینه عاشقش میشه. به ما عشق عاشقی نیومده حسن محرومی. من فقط وظیفه دارم به تو کمک کنم. فقط همین را بیا بری. خدایا خودت کمک کن. خدایا این چشش با چی حرف میزنه؟ نه خیر هنوزم که هنوزی با خودش حرف میزنه. کار کنم قدومی بچه نازنینم مفتی کی داره به دستم میره. چه بکنم اون کوزه لعنتی را آمدیم درشو باز بکنیم چنان دودی ول کرد که به جان تو هنوزم که هنوز از سر کنده من منگه. با جان تو از شیطانی میگم که برم بزنم کوزه رو بشکنم بیزرم فرار بکنم راحت. چی میگوی خودمی جای حرفا وقتی برو یه دکتر برا هستنی بیاره حالش خیلی بده. چطور دکتری بیارم دکتر دیوانه ها؟ چی میدونم وقتی تو رو خدا میترسم به چه به دستم بره. آخه من چقدر باید بیموزه مواجب کار بکنم. باش باشه ننه جم من میرم یه دکتر میارم شاید حالش خوب کرد انوش داره جشم آمد حساب کتاب آمده داد با خاطر تو میرم ها. خدا عمرت بده سرور من از چیزایی خبر دارم که تو نداری. حرف منو گوش کن این دختر برای تو ساخته نشده. ای وای من باید دوستش داشته باشم که دارم. تو چی میگو؟ اونا پدرش فقط دنبال پولن. مگه ندیدی تا وقتی گدا بودی و بیپول هیچکی سراغتو نمیگرفت. اما حالا همه به فکر تو هستن. مرتب احوالتو میپرسن. متشکرم. میتونم یه دقیقه ترانسو ببینم؟ بله اون بالا ملاهه. خیلی متشکرم. من نمیفهم من تو چرا اینقدر سر به سری من میذاری آخه چی جونی من میخوام؟ جناب ترانس به بله اذیت هم میکنی. دختره دیگه تو قراری حتما میگم گوش کنی. چرا سرور من امن شما متشکرم. پس برو تو این کوزه. تا وقتی من نگفتم حق نداری بیای بیرون. ببینید سرور جون آخه من باید تلیه شما باشم. دیدین امروز اگه من نبودم چه بلای سرتون می اومد؟ گفتم برو تو این کوزه حرفی اضافی هم نشنو. باشه گلا هرچی شما بگید سرور. ولی آخه دوباره تو کوزه؟ جناب فرانس آمد میکنم قربان بدر زنجان آمدن کرده هست. شما خوش آمد. من خیلی خوشحال هست که من آمد اینجا. دوست عزیزم شنیدم حالتون خوب نبوده. طاقت نیوردم فوراً اومدم خبری از حالتون بگیرم. نصید من داره از خوست حلاک میشه. آخه خدا کنه زودتر برو سر جد. من گاهی اوقات با خود صحبت این ولی دیوانی نهی. اختیار دارین. او چه کوزه قشنگی. خواهش میکنم هی بفرمایید شربت چای کاری کوفته کاری هر چی بخواید هست. به جون شما زخم معده دارم نمیتونم این همه چیزو بخورم. خب دیگه باید مرخص بشم. پیش آمد امروز نسرین منو پاک مریض کرد. شما باید امشب برای عیادتش بیاین منزل ما. حتما آمدم که خواهی شایدم من نصف شب یعنی دمدمای صبح از پنجره آمدم پرتاهی.
این پای نفسین یک مجده. من میرم زودتر بهش این مجده رو بدم. خدا حافظ قربونش. به سلامت شد. خدا حافظ. سپردم به خاک. سپردم کسته. چنگیز کرسه مالی مردم خور. خاک بر سرت کنن. مرده شده ببرن. تو. هنوز تو اونجا وایستده؟ آخه تو چرا من اینقدر اذیت بکنی دختره؟ کاری نکن که کلامو تو هم بره دا. تو رو خدا منو دعوا نکنی. قلب من مثل شیشه است میشکنه. شیشه یا هر چی دیگه. باید بری تو این کوزه تو ادب بشی. خیلی خوب دیگه. چشم سروره من. اما فعلا دکتر داره میاد معاینتون کنه. دکتر؟ ببینم این دیوونه خطرناک نباشه من قلبم ضعیف ها به دکتری میگو نکن. نه دکتر جان این زبان باشه آدم آرامیه اما فقط مرتب با خود شرف میزنه با کوزه میزنه. باله این یه نوع مرض خیالیه آقا. در علم طب بیماری هایی هست که بهش میگن بیماری های کوزه ای. میزنه به مغز پدر حساب بچه رو در میاره. باله دکتر جان شما درست گفتین. من برقیده ایمان این کوزه مخی این بارون برده. بفرمید بریم تو اندرون مریضی ببینم. فقط شما هوای من خیلی محکم داشته باشیم. حواست دارم خیالتم راحت راحت باشه. فقط باید کاری بکنی. من چه سر در میگرم. یادت باشی تو سن دیگه حقوق این قلومی ها قبل نده. باشید من باشید. معلوم نیست. اصلا این چی کار میکنی؟ اینجا رفته. معلوم نیست اصلا این کدوم رفته. اون رفته. سلام آقا. سلام. حال تو چطوره؟ من دی دکتر هم اومدم معاینتون بکنم. اگه اجازه بدین. من مریض نیستم. خیلی عوضی اومدین. مریض نیستم. چی میگه آقا؟ الکی میگه دکتر حالش خیلی بده. گاهی با سرش میزنه، گاهی با کوزه حرف میزنه. دکتر من صد چیز دیگه یه. چی؟ قابل آقا تلف ای داره بابا. بذار دکتر معاینت کنه دیگه. آله چی میشه فهمیدم. ای بچه‌ی حقوق باز تمامش تقصیر تو. اگه دستم بهت برسد اون زن خوشگله میکنم. همه چی دست گیرم دست نابودت میکنم. حالا میبینم. بله بله تمایل به قتل بنده از این مریضای کوزه زیاد. آره بابا تو هم میکشن. بله بله به قول معروف از کوزه همون مرض تراوت که دروس دشون به من دریوری میگه دکتر. خیلی هم دریوری میگه بابا. صحیح پس دریوری هم ایشون میگن. بیماری های دریوری گویی دارن. بله بله یه خواهمش 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 حال نداری آقا جان خودت حال نداری یه گیرت بیارم بهت میفهمونم یه من مستقت کرده بابا ماستا این روزا که ده کره نداره که بابا بره به در بیارم یه خواهم میگم برد ماستا کرم بیارم بیر خواهم آقا جان روزگار به سیاه بگم خیلی خواهم سیاه پاکر خواهم سیاه شما بگون که من دیوونه نیستم آقا بابا زیادم دیوانه نیستیم فقط یه خورده خوله با نظرم فقط خوله خور جفت آباده بیر میبینی دکتر با من که فوش میدی هیچی به فکر فامیل و جدابات این فامیل من کاری ازت پدر سارتی در میرم من دوست سراش نیستم با فکر فامیلی شما کار ندارم با مالی شاگرد خودم کار ندارم پس به اون اشکال نداره خیلی خوب بز معاینت کنم جنمینم بیدیم قلبش اینه میزنه دو تا قلمبگی مخصوص در خدمت دلچه آغوت احساس میکنم وای وای این دلچه خوشخوشانم میشه چی اومد دیوونه ترز من بود یک پدری زد دردم که خودت حد کنی حالا میفهمی یالا یالا معطل نشو برو توش نه سرور جون برو این تو نه یالا تو رو خدا اون چی نه سرور حالا بهت میفهمونم که با کی طرفی خیال کردی حالا میفهمی دوست دارم نفسی جون از تمام دنیا منم هم همینطور روشی جون خدا کنه زودتر با هم عروسی کنیم من که دیگه طاقتم طاق شده باید تو بابا عروسی بشه سلام قربان سلام بابا جون سلام بچه ها حوشن خانی بیاین اینجا با اتون یک کاری دارم خواهش میکنم رفته بودم دیدن پرنس چیز عجیبی دیدم یارو با یک کوزه داشت حرف میزد شاید شما اشتباه کردین داشته با خودش نه من خوب دقت کردم با یه کسی حرف میزد مخاطبش هم کوزه بود حتما تمام قدرت این مرد تو این کوزه است خب الان میفهمی چیکار کنیم باید هر طور شده این کوزه رو واسه من بیاری چون که کاری نداره همه الان ترتیبش میدم اگه این کار رو بکنی بهت قول میدم که عروسی تو و نسرین خیلی زودتر عملی میشه پس مطمئن باشین که همین امروز کوزه رو واسه تون میارم الو Thank you.
عزم تو آمدی؟ آره خودم هم در کوزه رو با خون زود باش. نه 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 من دیگه غلط میکنم در کوزه رو باز کنم. یه دفعه من گل زدی باش. نه باقیم دکتر اومدی. یه مریض ایجاد که با سواری میش بیماره. آره تو مریض خونه به اطلاعات اونجا زود ترمالیزه میشه. آره همینجوره. پس بریم بگیم ما اومدیم تشریف بیارم پایین. تو چشم هم حالا میگم. شما از اینجا جام نخورین تا من چشم. آیا با امید تو این چی بود خدا چه؟ فکر میکنم که همین کوده. آره خودش. آهای! تو اپو شوامانو داشته باش. جریان این کوزه نمیتونه به این سادگی ها باشه. من مطمئنم هر کلکی هست تو همین کوزه است. نمیفهمم ولی بالاخره سر در میارم. این خارجی نمیتونه سر منو کلا بذاره. یعنی تو این کوزه به این کوچیکی چی میتونه باشه؟ من خودم دیدم با این کوزه حرف میزد بهش میگفت برو این تو من دیگه تو رو نمیخوام. نمیدونم منظورش کی بود. بابا جون من که گفتم دیوونه. قیافش خیلی به نظرم آشناست اما نمیدونم کجا دیدمش. مگه شما هندوستان هم تشریف آوردین؟ نه تو همین ایرون خودمون یه دیگه تنعت نیست که اینا بخوره. کوزه این کوزه پول حرف بیزن با چه درد میخوره دخه؟ تو فهمت نمیرسه. شعوری تو خیلی کمتر از این حرف. بله جناب علی که خیلی مشهورین. سلام قربان. ببینم آقا چنگیز خان آقا منزل کجا ده؟ بله قربان بفرمایید. بس ما رفتن هی. اوه تو از آقا هی من از جلو هی. من نمیفهم اینجا که کسی نیستیم با ما هی هندی حرف میزنید. منم رفتن هی. جناب پیشکار جناب پیشکار. آه بله اومدم اشکالا کجا هستیم؟ سلام سردار بفرمید. شما خبر داد که من با نوکرم آمدن کرتا ہے. بله قربان چشم. ایجه کوزه را شکسته باشه دا جزدنش رو میشکره. خدا کنه شکسته باشه که من از سر از راحت باشم. بفرمایید قربان. مرمت زیاد هی. قربان که دست شیف آورده. ای بای چرا به این زودی حالا کوزه را چکار بکنم؟ جاش خوبه. بگو بیان تو. قلبه بیا جلو مطلع فرمایی تو آره. سلام کرتا هی. سلام پرام. من هم مثل ایشن بله خیلی خوش آمدی قلوم بفرمایی. مزلت خواست ما یکمی زود آمد طاقت نبود هی برای دیدن نسرین جان دل یک در رشده. خوش آمدی. سلام نسرین جان. خوش آمدی. بفرمایی. شکر بفرمایی. بفرمایی. یا الله چیده. بفرمایی. با برادرم هوشنگ آشنا بشید. اون برادر نهی حقباز هی. بله چی گفته؟ فرمود که شما برادر نبود اینجا اما یهو چطور شد آمد اینجا؟ بله بله برادر تازه تهران آمد؟ بله همه امروز تهران آمد بر پدر دروگو لعنت هی. یارو چی داره میگه؟ صاحب فرمود بر پدر دروگو سلوات تنشم دعوات آقای انوار جگولو. بله بله پس منظور پرست اینه. اون چی؟ اونم خوشحال هست؟ التپه خب اونم خوشحاله افتخاری نصیبه شده واره بابا جیگل ناراحته نازی که بزن تو ملاتش ها. نه 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 صاحب فرمود که جیگلی مگولی. بله بله این حرف خیلی خوب هست در زبان ما جیگل مگولی. بله جیگل مگول بله خیلی خوشحاله میوه بوده خب بذاریم بذاریم بذاریم
خوب دخترم، اینم فرانس که این همه دلت بخواست بسید. بله چیزی هم برای طرف تشکر دارم، تشکر نماستی. خوب آیا عزیز بفرمایید. جا فرانس میل بفرمایید. تشکر متشکرم. متعلق به خودت نخواهش میکنم میل بفرمایید. فرانس ما خیالتی. بله تشکر دارم، تشکر دارم. بله اعظم حضرت باری برای بیرون اومدن اجازه داد. بیرون بده درام. بله بله پیدا شد. چیزه انگشتر بود پیدا شد. من خیلی معذرت خواست زودتر رفت، امشب شام مهمان هست باید رفتم که تاهی. آها صحیح هست. الان یه خوده آجیل میل بفرمایید. بله بفرمایید. دوست داره. بابتون چی کار میکنی؟ نه آجیل خوبیست، انگور می بفرمایید. بله بله آجیل بخش انگور مامان. انگور خدا حافظ. تو هم از این قورباغه خارجی خوشت اومده به من مطلق میگی؟ آره من کی مطلق گفتم هوشی جون. آره هوشی جون بی هوشی جون، برو با همون فرانس زهر ماره. خیلی خوب میدم بارا. خب دیگه راحت شدیم. نسرین کو رفت اتاقش. آره خلاصه راست کوزه. کوزه کوزه نیست کو کوزه، حتما یارو بردتش. بله حتما کوزه این زیر شده برده دیگه. اون خسته جواهرها. این کامش آجیله کو جواهرها. آجیله رو باید اون برشین گوشتین تو جیبتون. من چه از اون زر برداشتین گوشتین. اینم که انگوره. اینم انگوریه که خودتون گذاشتید تو جیبتون. چیکار کنم خاج برسر؟ دارو حسابی شما رو دست انداخت و گذاشت رفت. یه پدر یارش در بیارم که حض کنه. این خارجی جاش تو این شهر نیست، یا باید بره یا اگه اجازه بدین یه جوری سر به نیستش کنید. آره تو باید کلک شد. بله میترسم من بازا جادو کنم ما رو به سکر اولاقی انتری تگی میمونی خرسسونه چیزی در بیارم. اینشالله کچه پدری منو داره بود. سرول جون ها تو رو به خدا، ما رو از شر این ریش و سیبیل خلاص کن. مردم اینقدر ادای کسی گیره در آوردم. من میخوام از این به بعد خودم باشم. حسن حسنی سلمونی ها. خیلی خوب به روی چشم سرور من. آخه اش ناحت شدم. بخ بخ باری کلا چه پیرانی خوشگلی تنی من کردی. قرونه دارم الهی خدا عمرت بده. خداوند توانا به من عمر طولانی داده. چند روز پیش 5000 سالم تموم شد. 5000 سال؟ رحمت به چیزی کم. تو 5000 سال عمر کرده؟ آره ماشاءالله بزنم به تخته. نه قلومی قلومی هم نیستش که بزنم به گت. باشه بزنم به سار خودم عزیزم. گوش کن پری جون، حالا تو رو دنبال کن، من میخوام لباسمو درم لخ کنم. خب درار سر بر آخه یه لو چشمی زن که نمیتونم لخ بشم. بالاخره محرمی گفتن نامحرمی گفتن. تو رو دکن من میخوام لخ بشم. اگه سرور من خجالت میکشه چش. کجا رفتی؟ غیب شدی؟ ولش کن بابا. آخه ایش که راحت شدم اول از شر این ریش و پشت راحت شدم دوباره از شر این چفتاهه. بابا یکی به من بودت بابات هندی بوده است، ننت هندی بوده است، تو رو چه به هندی حرف زدن؟ این لباسها رو پوشته بودی مثل زندونی ها با این ریش و پشت. راحت شد بیا نه این شلوارش مثلا چرا چفتش گیر کرد؟ من وقتی از دیپوت همشه در آدم ها به خیر گذشته. تو بگه کار خدا، خدایا من همه جا تو رو دارم. الهی شکر کف مرگم رو بذارم یه استراحتی بکنم. اه 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 اه
بیا یا گفتم رو دم عمر بکن. سرور چرا از من خجالت میکشی؟ من که مثل شما آدمیزاد نیستم که نباید لخته یه مرد رو نگاه کنم. بیا اینجا جلو ببینم تو چی میگوی. باز غیبشته. خدایا عجب دیری افتادم. دیری لحافی اینجا که نرفته. دیر متکام که جات نمیشه. این دیدم اینجا سردار. ببینم تو یه مردی لخت و وقتی ببینی یه جوری میشی، یعنی میخوام بگم یه چیزی میشه که چیز بشی که این بشی. نه لخت بودن یه مرد یا زن چیز مهمی نیست. مگه شما روز اول با لباس به دنیا اومدین سرور من که حالا از لخت بودن خجالت میکشی؟ راست بگوی. ببینم تو زنی خیلی قشنگی هستی یا؟ سرور فکر نمی کنی محیط این اتاق خواب باره این حرف رو بزنی، چون برای اولین بار منو با علاقه بیشتر تماشا می کنی. آخه تا امروز یه جوری هستی، حرکات و حرفات مثل روزای پیش نیست. می دونی تو منو به یادی زنهای زمینی خودمو می دازی که یه ماچ با آدم می دن پنج تا با آدم حساب بکنن. من با همه زنها فرق می کنم. ظاهر من یه زنه، اما در باطن خیلی با زنهای روی زمین فرق. پری جون تو هیچ وقت عاشق شده؟ نه، اما اگه دوست داشته باشم عشق من یه عشق آسمونی. اما اگه تو هم مثل من عاشق بودی یا میفهمیدی که عشق زمینی آسمونی نداره. اگه اون کسیه که میخوای یا دوستش داشته باشی مال تو باشه کافیه. شما هنوز حواستون پیش نسیم جونه؟ نه سرور، غرور شما رو خورد کردن. شما اگه میخواین این دختره رو به چنگ بیارین فقط به خاطر جبران شکست و غرور خودتونه. و این دیگه اسمش عشق نیست سرور جون. برو بابا کجای کاری؟ من نسیم جونم رو خیلی دوستش میدارم، براشم میمیرم. خیال میکنی سرور؟ خیلی خوب، حالا برو کنار، میخوام یه خورده دراز بکشم. من نمیذارم، حالا موقع خواب نیست سرور، هنوز خیلی زوده. خدایا عجب گیری افتادم. بابا من خستم، میخوام تنها باشم یه خورده استراحت کنم. دراز بکشین اما نخوابین. مرگ در کمین شما سرور. مرگ؟ بله. چی میگوی؟ تق قدم که سیاست میترسم حرف داخل از درا. سرور دراز بکشه اما نخواد. چشم دراز میکشم، تو برو پیکارت. آخه من ناراحتم یه زنی نامحرم تو رخت خوابم باشه. بروی چشم سرور، ولی نخواب اینا، یادتون باشه توته این در کاره. توته؟ چه توته ای؟ برو بابا، اینم برای خودش در دکوما کرده. ما با یه بسم الله از هر شری حفظ میشیم. الله خیرون حافظون و هو ارحم الراحمین. زینم قول بکن از اخته این یارو بر میاد و بس. آخ آخ آره راست گفتی، این یارو خیلی گردن کلافت و خطرناکه. اونو انتخاب کردن که قال طرفو بکنه. پس به این ترتیب این یارو دیگه باید غزل خدافسی رو بخونه، چون این دفعه سر کارش با یه آدم بیمخ و گردن کلافته. چه اسم با مسمایی هم داره، زینم قول بکن. قول بکن میکنه. دیر کرد. خب لابد داره قلوه یکی رو میکنه دیگه، مگه نه؟ چی بود استماره به زبون بار؟ ببینم قلوه یکی زیادی کرده. میزونی؟ میزونه میزون. خب چی کارم داشتی؟ یارو چقدر کوچوله بود. بیر خلقه اون مادرت نکن. بوز کن، میخوام یه نفر واسم بکشی. بازه کار به این کوچه که ما رو تا اینده کشونده. خب فیقه میدادی مرد؟ نه موضوع خیلی مهمه، به این سادگی ها نیست. باید میدیدمش. خب این بینوا کیه؟ خارجیه. بر خارجیه، میدونی که نرخش خیلی گران تره. هرچی بخوای بهت میدم، فقط کار رو یه سر کن بره. اما حرفا چیه اوشنگ؟ مگه حاجی تو نمیشناسی؟ چرا؟ بیا این آدرسشه، اینم بیونه کار. چه دفعه کار میشی؟ همین الان. Thank you.
جون. سنگینی داریم سرور هیچی استراحت کنی چیزی نبود یه آدم مزاحم میخواست با این شکم تو رو سفره کنی به عجب کارتی پدر و مادر داریه میگه میخواست گاف بکشه اون آدم خیلی خطرناکی بود سرور چی کس داده بودش اینجا؟ والا فرصت پیدا نکرد حرف بزنه مثل موش فرار کرد بد شد خیلی دلم میخواست بفهمم استرسی کی اومده بود اینجا خب میخواییم برش گردونم سرور آره حتما نردش کنه چه این نونو تو دومن من گذاشت آخه بابا تو انسی جنی پریزادی آدمیزادی چه جنسی هستی که همه چی رو با دمجون میکنم خب که اومده بودی منو بکشی آره ولی کاردم با دمجون شد خیال کردی کشتنی من کاری آسونیه نه بابا بود حالا فهمیدم هیچ کاری آسون نیست چی تو رو فرستاده بود اینجا راستشو بگو به خدا کسی منو نفرستاد منو تصرف کن بذار بریم پی بدبختیمون والا همینطوری اومده بودم اینجا دزدی بکنم دزدی ها ای سگی پول سگ شد ببینم تو این کارو کردی بله اون دیگه حالا مجبور میشه راستشو بگی خب پس چرا قناریش نکردی که یه دهنم برامون آواز بخونه راست بگو یا نه تو زبونشو میفهمی چی گفت میگه راستشو میگه چی تو رو فرستاده؟ آهوشنگ آهوشنگ آها فهمیدم همون جیگولوه پدرشو در میارم حالا میبینی پاشو برو گم شو دیگه این طرف هم نبینم ادا پاشو بزن به چاش جلو گم شو بس میگه ما فنگی عجب شانسی آوردیم پری جونا محسی که عوضی نزدیک بود تو خواب کار دستمون بده همه اینا تقصیر اون دختر از سرور اون به درد تو نمیخوره باز شروع کردی؟ من دوستش دارم همین فردا میدم خواستگاریش میخوام دماغ اون پسر ناکس رو بسوزونم و آبرو شده محبا سلام سلام جناب فران سلام سلام تشکر کسته سلام شما چطور هست خانم بایدی شما تشکر نماز خوش آمدین قربان صفا آوردین طرف راز اون فرمودین فران منم خوشحال شدم باور هم یعنی صحبت شما بود دلمون براتون خیلی تنگ شده بود دل من هم تنگ شده بود من هم راضی به شما صحبت کرده هی همین الان دیگه یادی از ما نکردیم پرنس آخه ما به شما عادت کردیم شما ناز کرده هی محبت کرده هی من هم آمد با شما و فادر مال شما بد پرده هی بفرمایید چه صحبتی داری؟ متشکر هست با اجازه اول با دختر خانم شما صحبت کردیم نسرین عزیزم دستت به من بده نسرین دلت خواست تو را گرفت؟ او پرنس بله بله با شما ازدواج کرتا هی آخه چیه؟ برای اینکه تو را دوست نداری 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 من به شما علاقمند شد شما را دوست داشت شما راضی هست؟ من نامزد کسی دیگه هم چطوری میشه؟ من تمام ثروت دنیا هی به پای شما ریزم هی فقط بگو بله او ببینی؟ هی به این انگوشن نهی که انگوشتر قشنگ نداره؟ این انگشتر کم ارزشه انگشتر قیمتی لازم هی یلا یلا انگشترها رو بابا جون انگشترها رو نگاه کن چه ازم خواستی بگم چه ما مبارک باشه چی از این بهتر به شما تبریک میگم شما قبول کرده هی دختر به من داده البته نفسی کنید شما بابا چیه خب تو چی میگی دخترم راضی هستی؟ والا نمیدونم چی بگم چی بگم ای حقه باز جواهرها چشاتو کور کردی بسیار خوب پس راضی هسته چطور فردا شب بساط وسط را انداخت با کمال میل بابا آخه بابا جون حوشن حوشن چیه هیچی میگم داداشم اینجا نیست اونم باید باشه شما بالاخره دختر غلب کرده قرآن کی میتونه از داماد به این خوبی چشم بکنه فردا شب در حزنه عروس را به شدت خوشبخت کرده خدا حافظ خدا حافظ نماز خیلی ممنون خوب خرش کردیم خوب خرش کردیم کدوم احمقی بود زد تو سرم فرار میکنی چی داری میگی؟
آره قربونت برم، من تو رو دوست دارم، اما از پول این مدکم نمیتونم دل بکنم، آخه به درد هر دومون میخوره. خب آره، اما عشقمون چی میشه؟ من ظاهرن باش عروسی میکنم، جدی که نیست. جواهرها رو که به من داد برمیداریم دیو رو که رفتی، با هم دیگه میریم یه جایی که دست هیچ کس به ما نرسی. باشه هر جور که تو بخوای، فقط یادت باشه عروسی قلابیه ها. ای بابا عجب آدمی هستی ها، من فقط تو رو دوست دارم. حالا عروسی که هست؟ فردا هستی، قربونت برم. مبارکه، منتظرتم. لا اله الا الله. با چی دماغی؟ من دماغم؟ نه برعکس، خیلی هم خوشحالم چون دختر خودش داره کارا رو مطابق میل ما رو برا میکنه. چطوری؟ خیلی ساده، با جور کردن یک اکنون قلابی. بالاخره من به آرزوی خودم رسیدم. انشالله خوشبخت. تشکر هی. متشکرم پسر. اگه چیزی به دست دادن و هدیه بازی نمونده هی ها؟ متشکرم که جواهره قشنگی قابل شما نداره. چقدر نونوار شدی؟ خیلی خوب چنگی، دیگه بازی تموم شد. بله من همون حسن محرومی پرنس اوبوی سابق هستم، اومدم اینجا یه دفعه برای همیشه سنگمون هم با هم واک کنیم. همین پرنس اوبوو هان، پس اون قصر زندگی رو از کجا آورده بودی؟ اون حرف با مال دیروز بود. از امروز حرف بزن، من دختره رو دوست میدارم، میخوام باش عروسی کنم. دختره رو به من میده یا نه؟ من که دخترمو به پرنس اوبوی قلابی دادم، چرا به حسن خان محرومی پسر شریکم ندم؟ من حرفی ندارم حسن، ولی متاسفانه یه اتفاقی افتاد. چه اتفاقی چنگی؟ دخترم فرار کرده، این کاغذم نوشته که دیگه بر نمیگرده. لابد اون پسر جیگلوه ها؟ بله با همون حق بازه. اگه دستم بهش برسه یه پدری ازش در میارم که خودش هست پوله. این پسر فاسده، حق بازه، بی پوله. همه اینا درست، ولی فعلا که نسرین نیز رفته. اگه برای بدهید این دروغ ها رو به من میگوی، به خدا تو نصیره به من بده، من سن رو از اون پولا رو نمیخوام. عجب آدمی هستی، من دروغ نمیگم، نیست، فرار کرده. حالا من با این بدبختی چیکار کنم؟ آبروم میره، فردا همه جا پر میشه، دختره خونه بدنش فرار کرده. چرا به پلیس خبر نمیدی؟ شاید اونا پیداش کنن. برو بابا خدا پدرت بیامرزه، دختره با میل خودش رفته ندزدیدنش که برم کلانتری شکایت بکنم. خدا اگر نمیدونم چیکار کنم، این چه بلایی رو زده. انقدر دنبال پول و مالی دنیا دویدی تا دختره رو از دست دادی. آخه مرد پول باید نوکری تو باشه، نه تو نوکری پول. طلبی باره که خوردی یا آبم روش، دختره دم که گذاشت و فرار کرد. آخه پس تو کی میخوای آدم بشی؟ آخه این حرفا دیگه فایدهش چیه؟ فعلا که نسرین من رفته، تو رو به خدا یه کاری بکن، تو انقدر قدرت داری که اونو برگردونی. ها من اگه قدرت داشتم طلبم و از تو با یخ و ترشی و پس گردنی میگرفتم. نه جونم دیگه از منم کاری ساخته نیست. خدا حافظ.
چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ دستی تنهام که از من کاری برده میاد. آخ پری جونم کجایی؟ به من کمک کن، من بهت احتیاج دارم. برگرد پری جون، خواهش میکنم برگرد، منو نجات بده. اومدم در خدمت حاضرم. تو اینجایی پری جونم؟ خوب کردی برگشتی. من مثل شما سرور حق ناشناس نیستم. ها پس قلومه کجاست؟ شما منو صدا کردین، زودتر اومدم. اون داره پیاده میاد. پری جون نسرین رو دزدیدن، کارم کاری همون پسره. اونو ندزدیدن سرور، دختر خودش با میل و رغبت راه افتاده، رفته دنبال اون پسره بی سر و پا. الان پیش پدرش بودم، اون عقیده داره که پسره گولش بده. دست بردار سرور، اینا یه مش آدمای پول پرست و مادی هستن، با تو مثقال 700 نار فرق دارن. تو از یه جنس دیگه هستی، ویرشون کن بده خودشون تو سرکله هم دیگه بزنن. نسرین رفته خونه پسره، اونم وادارش کرده که اون نامه رو بنویسه. عجب اشتباهی کرد، من میرم نجاتش بدم. شما نباید برین سرور، خواهش میکنم حرف منو گوش کن. حالا دیگه نسرین منو دوست داره، ارزش منو فهمیده، من میدونم. نه اینطور نیست، والا به خدا نسرین هوشنگو دوست داره. حالا من میگم نسرین، والا تو اشتباهی، والا تو اشتباهی، قربونه برم الهی، نرو کنی تو راهی دنبال روی ماهی، راه کدومه تو چاهی، نرو تو چه باور نداری چیزی رو که من بهت میگم، چه شب رو طرف رو بهت نشون میدم. جوان ساده دلم اینجا رو حالا نگاه بکن، یارو خیلی کلکه، دلتو ازش جدا بکن. ناز جون دوست دارم اون ناز تو رو، لب تو بالای تو پیشترتن ناز تو رو. عاشقم تو دلم فقط تو رو برم، هر یه باشم بهش لغم آوازی تو رو، بهش لغم آوازی تو رو. میدونی این کلکو به اون به تو دروغ میگه، دروغ از براش کن، والله اون دروغ میگه. بیا تا که با هم اونو قرار بذاریم، بیا تا دوتایی تا به قرار بذاریم. بریم اونجا که چشنیم کسی ما رو نبینه، گوست بریم تا آتیش دل بشینه، گوست بریم تا آتیش دل بشینه، گوست بریم تا آتیش دل بشینه. گفتی چقدر من احمق بودم. وای دور از جون شما سرور، عشق چشمتونو کور کرده بود. آخه تو چرا این موضوع رو قبلا به من نگفتی؟ اولا سرور هر چیزی یه موقعی داره، دوما به من چسلن، مگه من لبی اون دختری بدترکیبم؟ سوما هزار دفعه گفتم فایده نداره، ولی شما عاشق بودی. حالا به فرض که حقم با تو باشه، باز وظیفه وجدانیم است که با کمکی تو اونو نجات بدم. پس اون چرا که به چشم خودت دیدی باور نکردی؟ چرا جونم، عشق بی عشق دیگه تموم شد، ولی طلبی من چی تو میشه؟ من تو هفت آسمون یه ستاره ندارم، بی پولم که نمیتونم زندگی بکنم. راجع به پول گفتم با من صحبت نکنین سرور، من حق ندارم با مادیات سر و کار داشته باشم، به من اجازه ندادن دستم به پول بخوره و کثیف بشه. تو پولی منو بده دست خودم، بذار دست خودم کثیف بشه، بعد آبش میکشم. نه سرور، من فقط وسیله سازم، من میتونم هر چی بخوای برات فراهم کنم، ولی فعلا اجازه ندارم که اون طلب تو برات. نمیفهمم آخه چرا؟ چون اون چه که من میسازم مثل این قصر یا هر چیزی ابدی نیست، فقط وسیله است. وقتی هم که دیگه احتیاجی نبود خود به خود از بین میره، ولی پول تو باید بمونه، مال توی باید زمان خودش اونو به تو برگردونه. این زمون خان کی هست؟ بریم پیشش بهش بگون بابا پولی حسنی بیچاره رو پس بده. سرور جون
زمان همون سرنوشتی که منو تو رو هر جور بخواد بازی می‌کنه. قربونت برم الهی. کاش که تو هم مثل سیب زمینی مالی زمینی خودمون بودی. تو رو چه به آسمون؟ رفت اون بالا که چی تو شد؟ خواستی دستی من بهت نرسه؟ من در اختیار شما سرم. تا ماموریت هم تموم نشه از پیش شما نمیرم. خدایا کاش که تمام زنهای دنیا مثل تو با محبت و وفادار بودن. دیگاه کنی نسرین ها تو سرور همه زنها مثل نسرین تو نیستن. تو اونام خیلی با وفا پیدا میشه. الان میدونم اون دختره بدبخت در چه حالیه. آره اونم یواش یواش داره چشماش باز میشه. اونم نیستنه چه اشتباهی کرده. آخه دختر بی پول به چه درد ما میخوره؟ نفهمیدم پس ما با چی همه دعوت کشیدیم؟ آره میدونم اینجا زحمتون هدر رفت. من نمیذارم بی نتیجه بمونم. حق با شما، منم همین فکر کردم. به اون تمسای پیر تلفن کردم و ازش پول خواستم. یا یه پول کلون به ما میده یا دختره رو سر. چطوره خوبه؟ عالیه جونتون، دیگه این بهتر نمیشه. تو که دختره رو دوست نداری، اونو واسه پولش میخواستی. خب معلومه عشق عاشقی دیگه به زر کوزه آبش بخوره. مگر روز اول قرارمون خیر از این بود؟ نه ما پولش میخواستیم. پول بده دختر بیخیرش بابا. باش ببینم. ببینم از چه ایتال گوش مانستی؟ آفت سطح خفته باش ساله همش به من دروغ میگفتی. کار کردی عاشق تو یک گیری شدم. بس جنسی حقه با میکشمه. اینقدر دوست هم نشیرت خوش میشه. حالا به بابت تلفن میکنم میگم پول کجا برداری بیاره. بغم بود الو آقا چنگستان، تو گفتی صبر کنیم یه خبری میشه پس کو پس چی تو شو؟ بی صبری شما برای چیه؟ برای طلبم. به خدا من دیگه فکر اون دختره نسرین نیستم. تو باید یه کاری بکنی که اقلا طلبم از این مرسی اونم به موقعش. عجبی کار شیطونه. یکی آقا زاده هست؟ این شیطونه نسر کاریت ندارم. کار خیلی کار شر نیست. هلی کار خیلی نیستم خلافی. شیطونه رفت؟ آره بیرا دوستای منه. بابا عجب دوستایی داری. میدونی دوستات همچین یه خورده نادورن. تو رو خدا دیگه از این رفقه هایی کت و کله ظاهر نکنی ها. چشم سرور خوشی داره تمیدی دوستا تلیفون دوری میخواد. چی هست؟ چنگیزی ببین چی کار داره چی میخواد. بابا ای والا. الو حسن دستم به دامنه. دخترم رو دزدیدن. آره همون پسره حق باز کلا بردار. اسکوزه فهمیدی؟ یه ساعت پیش خودش تلفن کرد گفت اگه دخترتو میخوای باید به من پول بدی. 1,200,000 تومان از من پول میخواد. آقا من بیچاره از کجا دارم بیارم؟ ببینم برات گدا تو پول نداری؟ طلبی من پیش توه. بهش بگو همون طلبه تو رو بهش بده تو راضی هستی. ببین چنگیز خرسه همون طلب منو بهش بده من به خاطر نجاتی نسرین طلبم صرف نظر میکنم. مرگ من جون من راست میگی؟ تو اگه از من پول نخوای منم دخترمو بهت میدم. آره قول بهت میدم پولو بهش بده دختره رو نجات بده. خب کجا باید پولو تحویلشون بده؟ امروز ساعت 4 سر پل شهرستان. دوش منو به خاک سیاه نشوندی هم دل این دختره بیچاره رو شکست. خب دیگه نمیخواد رجز بکنی آقای چنگک. پولو رد کن بیاد بینم. یالا بیا دختره رو ول کنیم بره دست بابا. دختر ایشاله به سرت نزده باشه شماره اسکناس رو برداشته باشی. مگه میشه شماره 1,240,362 تومن سه عباسی رو برداشت؟ چقدر؟ با که همش 1,000,000 خواسته بودیم. این رقم پولی بود که محرومی خدا بیامرز پدر حسن دست من سپرده بود و خود حسن قبول کرد که برای نجات دخترم این مبلغ رو به شما بدم. اونجا دیر رسیدیم مثل اینکه پولا رو داد به دزدا. نه خیلی هم به موقع رسیدیم. بریم از کن خلچی بریم. اونا گرش کنم
گرفتمش. تو باشم بولاکو. حالا نمکتون برو سر یالا. بی غیرتا اگه یه نفر گنجا پیدادون بشه دمار روزگارتون در میارم. دوست دارم حسن، منو ببخش، تو واقعا مرد ایدئالی، من قدر تو رو ندونستم. نه قربونت برم، دیگه دیر شده، تو دختری خیلی مادی هستی، عینه اون بابات پولکی هستی، من صفا میخوام، محبت میخوام، اما تو نداری. ولی نسرین تو رو دوست داره پرنس. نه نو کردم، من دیگه پرنس اوبوبو نیستم، یه حسن سلمونی فقیر و زحمت کشم، دیگه نه پولی دارم نه امیدی، همینو بس. اهه یه کسی هم کشه گوشم و حسابی ها کرده است و فهمیدم که دخترت به دردی من نمیخوره. بریم باباشون، حتما حسن من دیگه دوست نداره، شایدم کسی دیگه ای رو میخواد. بله راست گفتی، من یه فرشته ای رو دوست میدارم که با تو هزارون فرسخ فاصله داره. بریم، من نه ارسی بابا و عزتون میخوام، نه توقعی دیگه دارم. بریم، بریم به سلامه. دارم افسوس میخورم که چرا اینقدر وقتم و صرف این دختره بیمعرفت کردم و قدری تو رو ندونست. قصه نخور سردار، دنیا که هنوز برای تو به آخر نرسیده، هنوز هم میتونی کسی دیگه این رو دوست داشته باشه. چشمی هیجتینم تازه روشن شد، من تو رو دوست دارم خرید. تو سالا این موضوع رو حس نکرده بودم. وای سروره من، نه منو تو بغلت دیدی، غیبم کن، ببه تو آسمونا بالای ابرا، جایی که فقط من و تو دوتایی تنا باشی، تو فرشته نجاتی منی، من عاشق تو هم پریدو. نه سروره موازه باش، پات نلقصی، من نمیتونم مال تو باشم، من متعلق به آسمونا هستم و اگر عشقت بمیرم نمیتونم مال تو باشم. نه نه اینو نگو، حتما تو مدت هاست که منو دوست میداری، برای همینم هست که چشم نداشتی اون دختره رو ببینی. نه سربر، این عشق ما رو به هیچ جا نمیرسونه، ما از دو دنیای متفاوت هستیم، چه فایده داره همدیگر رو دوست داشته باشیم؟ اصلا من حق نداشتم عاشق تو باشم. آی فریدا، در بادگشت تحقیل شده، فوراً حرکت با. همین الان میام یه خورده دیگه فهم کنی. میبینی؟ چون من عاشق شدم دیگه حق ندارم روی زمین بمونم. نه تو رو به خدا بمون، نرو، از دست دادنی تو بیشتر از اون پولی که طلبم بود منو ناراحت میکنه. فریدون ازت خواهش میکنم نرو. نه سرور من باید برم، ولی از خداوند بزرگ میخوام که لوزی یه دختری مثل من سر رای تو پیدا بشه که به همون اندازه که منو دوست داری اونو بشه. آی فریدون، من اومدم قایم بزنم تو گوشش. نه جونم اینو دیگه نمیشه زد، این الهاکی دیوه، دربونه دروازه بهش. آه الهاکی دیو اینه. خوشباق قمتن لله او پریدا را بیابتو تر بده. من دیگه باید بیرم. نه سب کن، من دوست دارم پریدون، دوست دارم. منم همینطور هستم، اما مجبورم برم، نمیتونم بیشتر بمونم. خدا حافظ. نه هری، هری نرو، هری جونم، هری، هری، حسن، این چه وضعه؟
چرا ما هم چین شده؟ پس خونه زندگیمون چی تو شد؟ اون همه پول، اون همه زواهر، خرجه به اون بزرگی، اون دم و دستگاه کجا رفت آخه؟ چی میدونم ننه؟ حوصله ندارم آن سر به سرم نگذار. بارش کنم خدا جون، سر به سرم نگذار، یعنی که حوصله ندارم که چیه جواب منو بده؟ گفتم که نمیدونم، قمار کردم، باختم، همه چیزا رو از دست دادم، حتی این دلی کات خورده ای تا خدا هم از دست دادم. پدر عاشقی بوش اون خدا پیامرزم که اون فه کرده سیگه حرف میزنه لالمونی گرفت الحمدلله. بگیرم باز قرد کرده حق داره، دل اخر طلبه چی طور شد؟ اون خدا بیامرز راست میگفت که تو آدم بی عرضه ای هست. راست خیلی خوب بی عرضه ننه، اونم گفت بلم کنی من بی لیاقتم احمقم، هرچی تو اون زمون در آزبگون هستم ده دیگه دست سرم و هم برام. ننه جونم این چی چیه؟ نگاه کنی چی بی پولش که چنگیز بخواد بگه به روشن آخ جان خدا جیم خدا جیم که خودش خودتنی پول یعنی تو که میگفتی توی کیف از پول خبری نیست که آره آخ قربونش برم کاری خودشه خدا نکنه ننه اون بالاخره وظیفش انجام داده اون دلش رو بس کنی پوله رو ببینم بسن بپره دا نمیپره جنه تو واکنه آره مرگ ننه واکنه جنه هسته واکنه ننه ننه واکنه واکنه جنه هلا آره بله آی بله آی بله یا تقدیر آدیشم پریزا نگرم اونجا شده این منه جایی بگرم بیلو بابا غلومی یه منشی پیدا نکردی کار ما رو انجام بده؟ من که تنهایی نمیتونم معلوم یعنی آگهی ها تو روزنامه هم دیگه فایده نداره مردم آگهی هاشه نمیخونن نه اوست اگم سمعت تمام که توی روزنامه اعلام کردم اما هنوزم کسی پیدا نشده چیزه اگه بخواد من میتونم منشیش بشم تو نفست درد میاد میخوای منشی بشی کله رو درست نگه در بی صحبه سلام جان بفرما خلوته برای میزن پوله آمدی گوش بدم نه برای نه مثل که تو روزنامه اعلان کرده بگیم که یه منشی میخوای او اوسته اوسته ببین یه منشی آمده منشی خب پس درست اومدم همینجا بله چقدرم خوش آمدی صفا آوردی ما رو خوشحال کردی به خدا ببین چی آمده اوسته جان سلام شما برای قربونت برم الهی میدونستم که هر وقت شده باشه برمیگردی برمیگردی چی آقا؟ این حرفا چیه میزنی؟ قربونت برم الهی خوب کردی برگشتی وقتی اون قولی بیش خودم دست بده گره برد آسمونا مثل روز برام روشن بود که تو مرتبه برمیگردی بیایی همینجا و پیشی خودم میمونی آخه آسمونم شد جای زندگی؟ آقا چی داری میگی؟ من آگهی شما رو تو روزنامه خوندم اومدم اینجا واسه کار قربیابونی و آسمون جن و پری چیه دیگه؟ ای شیطون پری خوشگلی من پری کی آقا؟ اسم من پری به خدا سه ماهی تموم است استکی تو خواب و خوراک ندارم به من قول بده که دیگه بر نمیگردی تو آسمون آقا با تربیت باشی این چه وضعی این دریبری ها چیه میگی؟ بازم مثل اون دفعه ها میخوایی منو دست اندازی؟ خیلی خوب باشه باشه خیلی ببخشید پری خانوم دلتون میخواد همیشه اینجا بمونین سمتی منشی مخصوصی منو داشته باشین؟ شد یه چیز من از مرد با ادب خیلی خوشم میاد مخصوصا اگه اون مرد رئیسم باشه ادب چیه من میمیرم برات دلمو در میارم تیکه تیکه میکنم میندازم جلو پا ببین حالا نشو بیا بریم بیا بریم من میخوام همه چیزو بهت نشون بدم بیا بریم بازم این اوسای ما دیوانه شد میترسم عاقبت از دست این اوسا و منشی بدبختم دیوانه بشه خدایا خودت یه خری بکن موهای اینی آخو بیشب دو با اسب چه خاکی به سر ما بید. من تمام زندگی ما مدیونی تو هستم تو باعث شدی که من به این خوشبختی و سعادت برسم من دیدم بشین مینم بشین همینجا بشین که جای خود باریکه خب راستی حقوق من چقدر آقای رئیس تمام زندگی من هر چی دارم مالی تو پری جونم خوبه من دوست دارم پری جون تو عشق من تو زندگی منی